گاهی اوقات پیش میاد که به طور ناخواسته در هنگام تایپ از اسپیس و اینترهای زیادی استفاده میکنیم و این باعث به وجود آمدن فاصله های اضافی در متن ما میشه شاید در نگاه اول این اسپیس ها و اینترهای اضافه زیاد برای ما درد سرساز نشه اما هنگامی که تعداد صفحات بالاتر رفت و پروژمون اسکیلش بزرگتر شد اونجا متوجه میشیم که چقدر این فاصله های اضافی باعث درد سر ما میشه تو این پست آموزشی میخوایم یاد بگیریم که چطور در عرض چند ثانیه از شر این فاصله اضافی خلاص بشیم سلام وقتتون بخیر باشه تو این پست آموزشی میخوایم درباره کوئری ها در پنجره فاین چنج با هم دیگه صحبت بکنیم که میتونه مبحث خیلی جالب و جذابی باشه. ناگهان من اینجا یک سندی دارم که با متن پر شده. خب و میتونم در همین نگاه اول تشخیص بدم که بعضی از جاها فاصله اضافه وجود داره. اینجا نشون میده که من اینتر اضافه زدم. اینجا هم اینتر اضافه زدم و اینجا هم به همین صورت خب اما شاید با چشم نتونم تشخیص بدم که کجاها اسپیس اضافه زدم و باعث نامنظمی در کارم شده مثلا اینجا رو توجه بکنید اینجا یک اسپیس اضافه وجود داره خب برای اینکه من بتونم به طور دقیق ببینم کارکترهای مخفیم به چه صورت هستن و کجا اینتر و کجا اسپیس اضافه زدم میام چیکار میکنم کنترل آلت آی رو از روی کیبورد میزنم و این کاراکترهای مخفی به من نمایش داده میشه اینجا نرم افزار این دیزاین بهم به میگه که یه دونه اینتر اضافه زدی اینجا بهم به میگه به جای یک اسپیس دو اسپیس استفاده کردی اینجا هم دو تا فاصله داری بیام پایینتر بهتون نشون بدم و اینجا میگه یک اینتر اضافه زدی توی عنوانت میگه یک دو سه چهار پنج شیش تا اسپیس اضافه زدی اینجا هم اسپیس اضافه داره و میبینی که چقدر کار من نامنظمه و اینتر و اسپیس فراوان زیاد دارم در کارم حالا خیلی سخته که مثلا من بیام اینجا قرار بگیرم خب و بیام این اسپیس اضافی که اینجا وجود داره رو پاک بکنم خب و برم مثلا یه جا دیگه ببینم اسپیس اضافه دارم یا نه خیلی سخته که بخوام این کار رو انجام بدم ما میخوایم در عرض چند سیانه این مشکل رو با همدیگه حل بکنیم کلیدهای ترکیبی کنترل F رو از روی کیبورد میزنم و در قسمت گرف روی کوئری ها هستم این رو باز میکنم و قسمت مولتیپل ریترن تو سینگل ریترن رو انتخاب میکنم که این میگه میامون اینترهای اضافه که زدی رو به سینگل تبدیل میکنم این کار رو انجام میدم اینجا کدش رو به من نمایش میده چنج آل رو میزنم میگه هفت تا من اینتر اضافه پیدا کردم که در کارت داشی روی اوکی کلیک میکنم و اون برطرف میشه حالا میخوام اون اسپیس های اضافم رو درست بکنم میام توی مولتیپل اسپیس تو سینگل اسپیس یعنی میگم اون اسپیس های اضافه من رو به تنها یه دونه اسپیس تبدیل کن این رو انتخاب میکنم دوباره کدش رو اینجا به من نشون میده چنج آل رو میزنه و میگه 10 تا خطا داشتی 10 تا اسپیس اضافه داشتی و روی اوکی کلیک میکنم و میبینی که تمامی این موارد برای من برطرف شدن حالا یک بار بیام اینجا رو چک بکنم میبینی که اینترها تماما درست شدن و اینجا که 6 تا اسپیس داشتم به همون یه دونه اسپیس برای من تبدیل شد و این قدرت این دیزاین در کار و ویرایش متن البته کار با کوئری ها و گرپ ها دنیای خاص خودش رو داره که من قسمت های مهم اون رو توی دوره این دیزاین بیتگراف براتون آماده کردم که میتونید لینک دوره رو در توضیحات این پست ببینید امیدوارم از این پست آموزشی و تکنیکی که بهتون گفتم استفاده بکنید